بسم الله الرحمن الرحیم شاگردان خوب سن فرشتم سلام امید است که خوب و من باشین شاگردان عزیز در جلسه قبلی ساحات احتمالی موجودیت مای نخاندیم خب فقط یک آگاهی بود که در اختیار شما قرار گرفت ولی امروز نوبت قایده دستوری هست قوید دستوری در واقع بحث های بسیار مهم درس زبان و ادبیات دریست خب در جلسه امروز ما انواع می میخانیم قبلا خود قید خواندیم با قید آشنایی پیدا کردیم و فهمیدیم که قید معنای فعل معنای یک قید دیگه و معنای صفت را در جمله محدود و معین می ساده. امروز میریم انواع قید میخوانیم. خانیم شاگردای عزیز شما ببینین در اینجا انواع قید در خود متن کتاب بسیار واضح و مشخص بیان شده هم عنوانش مشخص است و هم قیدی که در جمله به کار رفته هم یک ذره برجسته شده فونتش و هم زیرش خط کشیده شده پس چون در خود متن کتاب یک ذره مثال ها بیان شده روی تخته کار نمی کنیم میاییم فقط روی مثال های خود کتاب صحبت می کنیم شاگردای عزیز ببینید ما در جلسه قبلی یک نکته بسیار مهم را در مورد قید گفته بودیم برتان گفتیم که قید در معنای اصلی جمله نقشیفا ایفا نمیکنه یعنی در صورتی که اگر باشم در معنای اصلی جمله تفاوت ایجاد نمیشه و اگر نباشم جمله به معنا نمیشه پس فقط قید یک توضیح اضافی است یعنی معنا را یک ذره واضح‌تر میکنه ولی بله در نبودش در تغییر معنا نقش اساسی را ایجاد نمی کنه. ببینید ما اینال به خاطر از اینکه معنای فعل در داخل جمله زیادتر مشخص بسازیم انواع قید میخوانیم که چه نوع قیود وجود داره و در محدود کردن معنای فعل چقدر می نقش ایفا کنند نوع اول قید قید زمان است قید زمان زمان وقوع فعل مشخص می سازه. چیزی که در اینجاست آن است که وقت وقوع فعل را مشخص می سازد مثلا امی کار چی زمانی صورت گرفت شفه و هدیه آمدند ببین شفه و هدیه آمدند ولی زمانش دقیق مشخص نیست پس با به کار بردن قید زمان می تانیم که زمانش را مشخص کنیم دیروز در اینجا دیروز را به کار بردیم دیروز قید زمان است راحت فهمیده میشه که شفه و هدیه آمده پیشتر زمانش مشخص نبود فعلا مشخص شد که دیروز آمدن قید مکان جای و قوی فعل بیان میکنه کار صورت میگره در کجا صورت گرفته مثلا میگم وحید رفت وحید رفت وحید در کجا رفت خب به خاطر از اینکه مکان و قوی فعل مشخص کنیم ما باید نام یک زمان را ذکر کنیم نام یک مکان را به خاطر مشخص کردن مکان و فعل نام مکان را باید ذکر کنیم که او میشه قید مکان مثلا میگم وحید کابل رفت کابل اسم مکان است دیگه در اینجا به عنوان قید به کار رفته و محل و فعل مشخص ساخته سوم نوع قید از عزیز قید مقدار است قیدی است که اندازه و مقدار حالت وقوع فعل بیان میکنه اندازه و مقدارش ببین مثلا وحیده کوشید وحیده چقدر کوشید چقدر کوشش کرد تلاش کرد مقدارش رو مشخص کنیم میگیم بسیار کوشید وحیده بسیار کوشید بسیار در واقع مقدار وقوع فعل مشخص ساخته پس این میشه قید مقدار لذا میآید لذا چگونه میآید لذا کم می آید کم قید مقدار است احمد آمده بود چند بار آمده بود احمد دو بار آمده بود خب دو بار میشه قید مقدار خب ببینید شاگردای خوب هر کلمه ای که اندازه و مقدار و قوی فعل مشخص کنه او را ما به نام قید مقدار یاد میکنیم چهارمین نوع قید قید حالت است قید حالت چه رقم قید است قیده که چگونگی وقوع فعل بیان میکنه قید حالت حالت و چگونگی وقوع فعل مشخص میکنه مثل چی مثلا عبدالکریم و داوود آمدند چگونه آمدند حالتشان چه رقمی بود بعد ما یک توضیح اضافه میکنیم میگیم عبدالکریم و داوود آهسته آهسته آمدند آهسته آهسته میشه قید حالت خب پنجمین نوع قید قید تأکید است قید تأکید قید تأکید چی کار میکنه؟ قید تأکید تشدید وقوع فعل را در برداره خب مثل چه؟ فریده و تحمینه میروند. خب اگر بخوایم که در اینجا یک تأکید بیشتر صورت بگیره میگیم فریده و تهمینه حتما میروند حتما همیشه به عنوان قید تاکید استفاده میشه شود خب قید ششم قید پرسشی است قید پرسشی قیدی است که در مورد وقوع فعل استفهام به عمل بیاورد و زیاد استعدادش. از تعدادش از جمله مثلا رویا و شگوفر رفتند رویا و شگوفه چگونه رفتند چرا رفتند ببینید خب چرا در اینجا قید پرسشی است هفتم در قسمت قید پرسشی شاگردای خوب در جمله پرسشی ما یک تعداد نشانه ها را خواندیم شش تا نشانه برای جمله پرسشی وجود داشت که شش تا نشانه کلشان قید است خب هفتم نوع قید قید شک قید شک چه کار میکنه وقوع فعل را به صورت به صورت حدس و گمان بیان کنه مثل چه مثل روزینا رفته باشد این فعل باشد که آمد حتما در آغاز جمله باید یک شاید هم باشه شاید اگر استفاده نشد ممکن کلمه ممکن را شاید استفاده کنیم مثلا روزنا ممکن است رفته باشد یا روزنا شاید رفته باشد ممکن است شاید این کلماتی است که میشه در جمله به عنوان قید شک استفاده میشه خب هشتم نوع قید قید نفی است قید نفی آن است که عدم وقوع فعل را تاکید نماید به طور مثال آیشه نمی آید آیشه نمی آید به خاطر از اینکه نیامدن را تاکید کنیم زیادتر رویش تاکید صورت بگیره همیشه از است هرگز استفاده میشه هرگز قید نفی است مثلا میگیم که آیشه هرگز نمی آید هرگز در اینجا قید نفی است و در بعض جملات دیگه اگر ما به کار میبریم قطعا به اینون قید نفی به کار میبریم نهم نوع قید قید تمناست قید تمنا در باره وقوع فعل خواهش و تمنا و آرزو رو بیان میکنه خب مثل چه؟ مثل که در مورد یک کس ما آرزو کنیم مثلا در این جمله در باره آمدن فواد آرزو صورت گرفته گفته کاش فواد بیاید خب در اینجا کلمه کاش شاگردای عزیز به عنوان قید تمنا به کار رفته و کاش در هر جایی که باشه قید تمناست خب ببینه شاگردای خوب ما سال بعدی باز جمله تمنایی رو میخوانیم جمله تمنایی قطعا در ترکیب خود قید تمنا داره درسته؟ خب اما رقم جمله پرسشی و بعض جملات دیگه که هست اونا در ترکیب خود بعض از قیود رو داره که هم به عنوان نشانه یک جمله به کار میره و هم به عنوان قید به کار میره بعد دهمین نوع قید که امروز ما می قید نتیجه هست قید نتیجه چیست؟ آن است که نتیجه عمل را نشان دهد مثل چی؟ کاکا قدوس آمد بعد بالاخره ما میایم کلمه بالاخره را هم استفاده میکنیم کاکا قدوس بالاخره آمد در هر جایی که بالاخره باشه او قید چی است؟ قید نتیجه است خب شاگردای عزیز ما از هر بخش قید از هر بخش قید فقط یک تا یا دو تا مثال در اینجا خواندیم و قطعا شما در سنفای گذشته هم در مورد قید در سایر داشتین در سنف هفتم یک اشاره کوتاه به بحث قید صورت گرفته که شما حتما او را خواندن در صنف ششم قید و تمام انواعش یک بار خوانده شده پس درس قید و انواع قید برای ما شما یک بحث جدید نیست که ما بیشتر از این در موردش حرف بزنیم شما در صنف ششم خواندن در صنف پنجم خواندن در سنف چهارم خواندن در صنف هفتم هم خواندن و امسال سال پنجم است که باز هم یک بار دیگه قاعده می‌خوانید پس شما لطف کنین در خانه به عنوان کار خانگی برای تمام انواع قیدی که ما در اینجا خواندیم یک دانه و در صورت امکان دو تا مثال باید بنویسین که قید برای شما یک ذره واضح تر و خوبتر بالاخره تفهیم شود شاگردای عزیز میتونین به فعالیت های کتاب هم مراجعه کنین فعالیت های کتاب را به عنوان کار خانگی انجام بتین از بین فعالیت های کتاب چند مورد شما تذکر میتون بعد چند مورد دیگر خودتان باز ادامه بتین و اونا رو خودتان بخوانید گزینه اول گزینه دوم و گزینه سوم مربوط صحات احتمالی ماین ما هاست قبلا انجام دادن گزینه چهارم قید حالت چگونه چگونه است در یک جمله مثال دهید قید حالت را هم تعریفش نوشته میکنین هم برش یک تا مثال نوشته کنین ببینید قید ها در زبان فارسی دری در مجموع به تعداد چند نوع است خب فعلا شما همو تعداد قیود را که در صنف هشتم در درس امروز خواندین خانه خالی نوشته کنین قید پرسشی در مورد وقوع فعل به عمل می آورد چی به عمل می آورد دهی خانه خالی نوشته کنین خب عنی مربوط درس گذشته است گزینه را نمی خانیم. در جمله های زیر کدام کلمه ها قیدند ببین سه تا جمله است فروخ شنبه به جمناسیوم می رود خب در اینجا چه نوع قید به کار رفته؟ رستم آهسته وارد کتابخانه شد و تحمینه بسیار کوش است. یعنی سه تا جمله را بخوانید و قیدهایش را مشخص کنید شاگردای عزیز کارخانگیر بسیار جدی منظم و دقیق نوشته کنین تا جلسه بعدی که باز هم یک درس خوب دیگر رو میخوانیم خدا نگهدار موفق و پیروز باشید